آیا زنان ما می توانند رد پای خود را در تاریخ هنر به جای بگذارند و مسیر فرهنگی تازه‌ای را پیش روی مخاطبان قرار دهند، یا همچنان سهم زنان از تاریخ، فرهنگ و جامعه اندک خواهد ماند؟ چه کسی مقصر است؟ چه کسی باید پیشگام یک تحول تازه برای زنان هنرمند ما باشد؟ جامعه، حکمرانان یا خود آنها؟ جهان هیگیز که به خاطر انسان آفریده شد و انسان از خواب غار برآمد تا زمزمه ملکوت را تجربه کند و جهان را از عشق خود سرشاد سازد. سلطه بودن رازی دارد که تنها آب، خاک، آفتاب و باد آن را می دانند. در سال 1315 در مشهد متولد شدم. پدرم تحصیل کرده روسیه بود در رشته معماری و به نقاشی علاقه بسیار زیادی داشت و 80 سال پیش رو تصور کنید که پدرم کلکسیون نقاشی نقاشان بزرگ روسیه رو داشت. من یک ساله بودم که پدرم چون تجارتخانه در هامبورگ باز کرده بود، مادرم و دو تا دختر من و خواهرم رو با خودش برد آلمان و من در راه مریض شدم. ناخدا میخواست من بندازه، به خیال اینکه من مرض مصری دارم از کشتی پایین. خلاصه به یک جوری ما رسیدیم آلمان. 4 سال موندیم. فقط یک روز که جیره بندی بود، غذا چیز بن میدادن برای خارجی ها، چیز که آلمان، دولت آلمان دیگه به خارجی های مقیم بن غذا نداد. اون روز پدرم تصمیم گرفت که 1 ساعته ما خونه زندگی رو رها کنیم و برگردیم ایران. 6-7 سالم بود، نقاشی کردم، هم خانواده رو تو حمام کشیدم، یه دست کتک جانانه از مادر خوردم و به خلاصه همه جمع شدن و گفتن اینو بفرستیم از شهرش، خلاص شیم بفرستیمش فرانسه. وقتی اومدم ایران سال 39 یا 38 درآمد زندگیمو با تلویزیون شروع کردم. من 46مین نفری بودم که در تلویزیون استخدام شد به عنوان تهیه کننده کارگردان. تو این زمینه هم 80 فیلم مستند ساختم که در آرشیو تلویزیون هست. برنامه ها مختلف بود، یکی به ما بگویید بود که با دوربین سیار میرفتیم سراغ هنرمندان بزرگ ایران و آرشیو درست میکردیم. زندگی پر ماجرایی رو گذروندم. خودم هم آدم ماجراجویی هستم. همه اتفاقات جوابگوی این نوع برخورد من با زندگی بود که میخواستم چیز یاد بگیرم. و تا امروز که روبروی شما قرار گرفتم 64 تا نمایشگاه گذاشتم. به خودم گاهی به شوخی میگم اگر کره ماه گالری باز میشد و من سلامتم سلامت سابق بود، حتما کره ما هم نمایشگاه گذاشته بودم. حالا 3-4 تا کتاب زیر چاپ دارم. کتاب چشم شنوان داره تجدید چاپ میشه. یک کتاب مصاحبه دارم با صابجی که اونم 500 صفحه بود، 120 صفحش کردم. 2 تا کتاب دیگه زیر چاپ خواهد رفت همین روزا. یکی کل مصاحبه هامه در این سال ها و یکی دیگر کل مقالاتیست که نوشتم. ولی خودم از همه بیشتر ناممو به ترامپ دوست دارم. بهش نوشتم که شما ممکنه، شما نمیدونید ما کی هستیم، ورود ما رو ممنوع کردید.
شاید بلد باشید گوگل رو بزنید برای این رستوران نزدیک خونتون. حالا گوگل این دفعه بزنید برای تاریخ تمدن، ببینید از کجا شروع شده. من زندگی نقاشی دیگه کمتر مطالعه میکنم، فیلم نگاه نمیکنم. بعضی وقتا ساعت یک و دو خوابم میبره، در صورتی که یک سر دو روز پشت سرم کار میکردم. حالا شاید تاثیر این بیهوشی هست که به ام دادم، شاید برگردم به حالت اول. برخی از درها می باید بسته بمانند، برخی از رازها را نمی باید گشود. آنان که می باید بدانند دانستند، و آنان که می خواهند بدانند راه دانستن را خواهند یافت. از پیشگامان هنر نوین ایران و از معدود زنان ایرانی که نامی است آشنا برای همه فرهنگ دوستان جهان، هنرمندی که به گفته منتقد شهیر مکزیکی آنتونیو رودریگز بی‌تردید یکی از چهار نقاش بزرگ دنیا، سرکار خانم ایران درودی در آستانه تولد 82 سالگی به برنامه شوکران بسیار خوش آمدید. خیلی ممنون از دعوتتون. من تلویزیون خیلی دوست دارم، خیلی هم سال 6 سالم تلویزیون کار میکردم. بله، برنامه تاریخ و شناسایی هنر و برنامه دیدار، برنامه مختلفی داشتم. اصلا این وسیله، این جعبه رو من خیلی دوست دارم. بعضی ها فکر میکنم که جعبه حماقت، برای من جعبه خلاقیته. شما توسط این میتونید پیام ها رو بفرستید، بستگی داره چجوری میشه ازش استفاده کرد. دقیقاً. و اون برنامه یک برنامه موندگار در تاریخ هنر ایران هست که شما سالها دوران جوانی خودتون رو صرف اون کردید. خانم درودی، شاید بیش از نیم قرن از ایران دور بودید، ولی تابلوهاتون رو با هواپیما و بعد حتی با کامیون از پاریس به تهران آوردید، در دورانی که به هر حال گفته میشد برخی از هنرمندان سرخورده هستن، طالب مهاجرت هستن، اما شما با این همه مشقت و سختی همراه آثارتون به ایران برگشتید. چرا؟ بلکه عاشق این سرزمینم، بلکه اسمم ایرانه، برای اینکه برای خودم رسالت قائلم. یه ایرانی هستم که فرانسه تحصیل کردم، بلژیک تحصیل کردم، آمریکا تحصیل کردم، کشورهای مختلف دنیا مدتی همین در رشته هنر و تاریخ هنر و ویترای و موزه لوور و ببخشید مدرسه لوور اینا. من همیشه فکر کردم که وظیفه بزرگی به عنوان یک زن ایرانی به وطنم دارم. یک، برای که اهل خراسانم و همشهری فردوسی، بلکه من ذره خاک این وطن رو دوست دارم و عشق من قیمتش رو برداختم و هر کاری که از دستم برمی آمده برای معرفی هنر نو در ایران کردم. و برای من مهم نبوده که نبوده و نیست و نخواهد بود که قدر شناسی کرده باشن نکرده باشن. من برای خودم وظیفه قائل هستم و خواهم بود که بتونم به عنوان یک زن ایرانی و یک زن آزاده ایرانی، نه فقط برای فرهنگ هنر نقاشی شخص مؤثری باشم که معرفی کردم و به ایران آوردم. من وقتی اومدم ایران که برنامه های تلویزیونی گذاشته بودم، برای اولین بار بود که تلویزیون برنامه های راجع به نقاشی میذاشت و من مجریش بودم. اون چه که مهمه برای من
موفق شدن در راهی است که می‌خواستم. برای این موزه هم من خونم و هزینه ساختمان موزه رو در پاریس فروختم و نقاشی‌هام رو گذاشتم تو کامیون آوردم ایران. برای که به شما میخوام نقاش تابلوهای بزرگم هستید و جابجایی اون تابلوها از پاریس به تهران. برای تیاره نمیشدن، در تیاره کوچیکه، من مجبور بودم که با کامیون بیارمشون. ولی مهمتر از همه آقای پیام، من خیلی با خودم در آرامشم، یعنی راضیم با این سختی هایی که کشیدم، با این تحمل هایی که کردم. شما در نظر بیارید 60 سال پیش یه زنی بیاد نقاشی بکنه، نمایشگاه بذاره، چه نقد هایی که برای من نوشتن، چقدر من تمسخر کردن. و هنوزم واقعا زن بودن من باعث شده، باعث این شده که بهانه بده بگن نه نقاشی هاش زنان است، یا برخی ها بگن حتی جنسیت زداست. من نقد ها رو خوندم. قبل از اینکه به نقد ها برسیم، این کتاب در فاصله دو نقطه که نزدیک به 20 چاپ رفته، بله، و خاطرات شما هست، میخوندم آدم احساس میکنه ایران درودی در یک چهارراه فرهنگ ها قرار گرفته بود که میتونست انتخاب های متعددی داشته باشه، از یک سو با فرهنگ مسیحی، از یک سو با فرهنگ روسی، از یک سو با فرهنگ ایرانی و اسلامی. و بعد که شما از درون این خانواده سال 1333 به مدرسه هنرهای عالی زیبای پاریس که رفتید، بیشتر دلتون میخواست بومیگرا باشید، تو دوره‌ای که خیلی اتفاقا فرهنگ‌های غربی خودش رو با یه هژمونی مسلطی تحمیل میکرد. شما میگفتید من دغدغم اینه که هویت ایرانی رو در واقع به فرانسوی‌ها، به جهان خارج معرفی بکنم. چرا بین انتخاب‌هایی که داشتید و خیلی‌ها انتخاب‌های دیگری کردن، این انتخاب رو کردید؟ نمیدونم، نمیدونستم که من به این سرزمین وابستم، به فرهنگ این سرزمین وابستم، به کوروش وابستم، به فردوسی وابستم. باید این عشقم رو بیان میکردم تو کاری که میکنم. برای این اون چه که یاد گرفتم از نظر تکنیکی بود، ولی ریشه های من ایرانیه و هرچی ممکنه اون ایرانی که هنوز باقی مونده تو بعضی از جامعه های، تو بعضی از شهرستان های ایران، به خصوص در شهر مشهد. ببینید، برای من هنر، من نقاشی رو از غرب یاد گرفتم چون فرهنگ 2000 ساله داشتن و ما پشتبانه فرهنگ نقاشی نداریم، ولی من با فرهنگ خودم به این هنر نزدیک شدم و خوشبختانه یعنی تکنیک غربی در اختیار ذهنیت ایرانی قرار گرفت. برگشتم به فرهنگ اصلی خودم که عرفانمون باشه، و نه عرفان فقط مولانا که میپرستمش یا عطار، نه فرهنگ 7000 سالمون، چون جزو یکی از نخستین مللی هستیم که به خدای یگانه ایمان آوردیم. اینا برای من خیلی تاثیرگذار بوده. دوره‌ای که فرانسوی‌ها در ایران میان و مثل پروفسور آندره گودار مدرسه در واقع هنرهای زیبای ایران رو تأسیس میکنن، شما میرید در فرانسه از فرهنگ ایرانی صحبت میکنید. مسیح بزار که وارد شدم، برخورد من با سایر دانشجویان خیلی برای من سخت بود. فکر میکردن و نمیدونستن که چه زبانی ما صحبت میکنیم. فکر میکردن ما عربی صحبت میکنیم. میگفتن شما از کشور 1001 شب اومدید. و من تمام تلاشم این بود که هویت ایرانی رو با خصوصیات ایرانی حفظ کنم. و برای همینم بعدها تو کتاب در فاصله دو نقطه، نمیدونم، یادم نمیاد چون خیلی ساله نوشتم، میرم موزه متروپولیتن نیویورک
قسمت تاریخ ایرانش و ایران باستانش رو مطالعه میکنم، موزه لوفر همینطور، واشنگتن دی سی همینطور. ببینید سرنوشت برای من اتفاقات خوب رو پشت سر هم آورد و من چشمم رو روشن کرد به اینا. نقاشی، پدرم کلکسیونر بود، من دنیا آمدم اساتید روسیه خونه دیوارا خونه مانه ما منزلشون میپوشوند، مادرم پیانو میزد که اون موقع فکر میکردن جن و اولی هنری هم که شما آموختید از مادر پیانو بوده. بله. و برای من مثلا موسیقی، اونم موسیقی غربی، یه جوری نفس کشیدنمه. من به جون موسیقی نمیتونم نقاشی کنم، یعنی پایه کار من روی موسیقی. و خودم چند سال، 7-8 سال که دیگه حرفه‌ای برخوردی میکنم. من مولانا واقعا کسیست که بهش اعتقاد دارم و ایمان من در نقاشی هم کاملا معلومه. نورهای من برخواسته از اعتقاد من به عرفان ماست، در واقع ناخودآگاه تربیت کردم و چشمم رو به دیدن تربیت کردم و یک خودسازی بصری در شما اتفاق می افتد. بلکه من در حالت خلسه کامل نقاشی می کنم. شاید به همین دلیل، همین خلسه نیستش که در مورد شما میگن خانم ایران درودی در جستجوی بیرنگی است و در بیکرانگی رنگها رازها رو فاش می کنه و این است قاعده معنای آفرینش روح. یعنی شما معنای روح رو در نقاشی هاتون سعی میکنید که رازهاشو با مخاطب در میون بگذارید. خوشحالم برای یه همشهری که این شکلی با نقاشی من برخورد میکنه. محبت دارید نزدیک. شما نزدیکید، خیلی نزدیکید. محبت دارید شما. نه، این سرچشمه میگیره از این که من هم روح هم رو تربیت کردم و خوشبختانه یه جوری ذاتم هم هست. و ولی اصل مسلم اینه که چشمم رو به نقاشی غرب آشنا کردم و با نقاشی غرب تربیت کردم. در حسرت 2000 سال عقبی، 50 سالی که هنر نو یه جوری پای گرفته و این 2000 سال کمبود فرهنگ نقاشی باعث شده که ما هنوز بیننده که نقش مهمی در خلاقیت هنرمند باشه اونطور که باید نداریم. برای مردم ما هنوز اجرای عکاسی مانند نقاشی براشون مهمه، نه اون چیزی که انتظاییه به حرفی برای گفتن داره. برخورد ما حتی در آدمای بسیار باسواد مثل کمال‌الملک، حتی کمال‌الملک یک کار داره و برای همون کارش هم کافیه که یکی از نقاشان بزرگ دنیاست. برای که در تالار آینه فضایی رو، اون فضایی که ناصرالدین شاه توش قرار گرفته، این تفاوت نقاشی غرب و شرقه. ما نداریم تو شرق نقاشی، نداریم تزیینات داریم، نمیدونم خطاطی داریم، چی داریم. فضا در نقاشی حس رو منتقل میکنه، حس تنهایی و سکوتی که در این تابلو هستش اونجاست که کمال‌الملک میشه کمال‌الملک. در صورت که مثلا تو فال گوشش و کارهای دیگهش یه نقاشی بسیار متوسط غربیه که کلاسیک کار میکنه و تازه هم نمیتونه مثلا مثل داوید که تاجگذاری ناپلئون میسازه اونطوری به حقیقت و واقعیت نزدیک بشه. اصلا تکنیکش جوابگوی این کارا نیستش دیگه. در این مورد 2000 سال خلا در درک سواد بصری و آموزش بصری نقاشی و پیشرفت ما عقب موندیم. ما نمیدونیم
نقاشی مجازی یعنی چی؟ شما تلاش کردید با همه این مؤلفه ها، با همه این ویژگی ها و تجربیات به سبک خاص خودتون برسید. من سبک خاص خودم دارم که آمیخته ایست از همه اینا، ولی کاملا نور پردازیشو من هنوز تو کارش غربی ندیدم به این شکل. اون چی که برام مهمه اینیست که معتقدم از برگزیدگان خداوندم. چرا؟ چون خیلی آدم خوشبختی هستم، حس میکنم که خداوند من لایق دونسته که به من این خلاقیت رو داده. اون چیزی که اصل مسلم اینه من انسان بسیار صادقی هستم و میتونم با جرأت بهتون بگم من برای خودم کافیم. یعنی لحظاتی که تنها هم و دارم نقاشی میکنم یا اصلا تنها هم دارم چیز میمیتم، احساس و خوشبختی میکنم، احساس میکنم که جهان زیر پای منه. از خاصیت انسان اینه که خودشو همزاد میکنه با چیزی که دوست داره. حالا کتاب در فاصله دو نقطه به نظرم نقش بسیار زیادی داشته. بله، در شناخت شما، در فرهنگ فارسی زبان شما، ولی از طریق نقاشی در فرهنگ غرب مشهورتر بودید در یک دوره ای تا در جامعه ایرانی، و این کتاب باعث شد که یک دریچه بهتری به این شناخت باز از میشه. طریق ادبیات رفتم، ولی اتفاقا خوشبختانه اصلا به نقاشی در سرتاسر کتاب و مشکلات حرفم اشاره نمی کنم. نه، من فکر میکنم بزرگترین حربه من برای رسیدن به جایگاهی که امروز هستم عشقه. عشق به وطنم، عشق به هموطنانم، عشق به تاریخم. اینا سرشت منو فرم داده. چون پدرم آدم وطن پرستی بود مثل بقیه خراسانی ها و به من یاد داد. حتی میخوام بهتون بگم که ما از جنگ جهانی که فرار میکردیم به ایران، وقتی رسیدیم به مرز ایران، پدر از ماشین پیاده شد، خاک ایران رو بوسید و بلند گفت دیگه ترکت نمی کنم بدن. و این مون تو سر من در پاسخ به همون که علارغم مشقتهای بسیار شما بعد از قریب به 6 دهه به ایران برگشتید، شاید لایه های اول و دوم رو که کنار میزنیم به این نقطه میرسیم که اون آموزه‌ای که از پدر در نهاد شما نهادینه شد. نهادینه شده از پدر خیلی چیزا، هم نقاشی نهادینه شد، هم موسیقی توسط مادرم، خب شوخی نیستش. و بعد که البته من کلاس 11 هم خوندم، اون موقع ها که برای کلاس 11 هم دیپلم دادم، نمیدونم حالا چند اینقدر کلاس... عوض شده که منم الان نمیدونم وقتی میرفتم خارج برام نه شهرش مهم بود نه فرهنگش، تا برای اینکه اسم کردم که به من توهین میشه که فکر میکنم من عربم و منو شهرزاد میخونن، شهرزاد قصه گو. خیلی یه جور شاید با تعصب به نقاشی نزدیک شدم که هویتم رو مشخص کنم. و بعد در کنار اون هویت، اون عشقی که ازش صحبت میکردید، عشقی که ادعای مالکیت جهان رو میکرد، در نهایت به هیچ کسی عشق به سراغم آمد، ادعای مالکیت جهان رو کردم، همه کس و همه چیز را متعلق به خود دانستم. امروز که تویی از خودخواهی ها نگاهی عاشقانه به زندگی دارم، تنها از تمام مالکیت ها صاحب تنهایی خویشم و فروتنانی قیاب حضورم را اعلام میکنم. این است نظام عشق، هیچ کس نبودن. ببینید این جمله ایست که من نوشتم ولی برآمده از عرفان ماست. من اون داستانی
خیلی منو تحت تاثیر قرار داد. حالا یادم نمیاد کی بود، مال کدوم یکی از عرفای بزرگ ماست. میرم در خونهش میزنن، میگن، میگه سوال میکنه کیه، میگه من، میگه برو کسی خونه نیست، دو مرتبه بیا، من این وجود نداره. بعد بالاخره دفعه آخر میگه کیه در میزنه، جواب میده تویی، میگه در باز کن بیا تو. این غیاب حضور اصل بسیار مهمی است در عرفان ما، همین جور که نور. و من خصلتنم، اخلاقنم، امروز که 82 سالمه با جرأت میتونم بگم که در درونم که به آرامش رسیدم، هیچی، هیچ چیزی نمیتونه منمو از اعتقاد خودم، نه با تعصب، از تجربیاتی کردم، از عشقی که دارم منصرف کنه. جزو وجودم شده، جزو نگاهم شده. برای همینم یک جا در گفتگو با یکی از مجلات فرمودید که من به هیچ وجه آدم اهل سازشی نیستم، حاضر نیستم امتیازی برای کاری بدم تا چیزی به دست بیارم، و بنابراین من همیشه اول باید با خودم کنار بیام و بعد کاری رو انجام بدم. دلخ چه حافظه این دل، این رو ما از شما مفتیم البته. ولی عجیبه که این نسل جوان دوره شما، ببینید من سه نسل رو پشت سر گذروندم، رو سه نسل هم تأثیر گذاشتم. نسل اول که فقط با حسادت همکاران رو برو بودم، حالا هم هست. بله. میرم به شهرداری میگن به خانم در دی زمین دادی به ما بدی. من همین الان ده برابر چیزی که شهرداری به من داده دارم بهش میدم، زمینیشی میدم، خرج ساختمونشی میدم. میگم زمینیشی اونا دادم برای 720 متر، دو سال 4 ماه من معطل کردن، 5 دفعه منو بیمارستان کشوندن. همش میترسم که نرسم که خودم تابلوها رو نصب کنم. امید خدا ولی به دست خود شما اون موزه تا چند دیگر افتتاح خواهد. چون من میخوام یه کاربرد تبادل فرهنگی پیدا کنه، چون تو ایران کسی بلد نیست این تبادل فرهنگی رو. و چقدر به غنای فرهنگ بومی کمک خواهد کرد که برن بتونن هنرمندان ما برن خارج، گروه بیان به جاشون، جهانهای جدید رو کشف. ما همش رو دولت حساب میکنیم، دولت هم یه موزه داره و یه موزه تمام شد داره، موزه هنرهای معاصر، موزه هنرهای معاصر که به همش روی حساب کتابه. فقط یه موزه باشه که با یک هدفی بنا شده، که مرکز فرهنگی باشه. من درسته که تابلوهام هم بهش بخشیدم، ولی تابلوهام میره نصف بیشترش تو گنجینه حفظ بشه، تعداد کمی به نمایش در خواهد اومد، چون فاصله دیگران باید بیان چیز کنن بهش، تحرک بدن که مردم انگیزه داشته باشن که بارها بیان این موزه رو ببینن. یه دفعه میان نمایشگاه منی میبینن، حتی اکثر دو دفعه میان. ولی وقتی که این موزه فعالیت‌های متفاوت داره، نقاشان دیگه میاره، مجسمه ساز میاره، از کشورهای دیگه میاره، اون تبادل فرهنگی شکل بله. میگیره. و در کلاس‌های که... آموزش نقاشی داره. من فکر نمی‌کنم هیچ کسی، من بلد نیستم بشینم نقاشی یاد کسی بدم. هیچ وقتم به همین دلیل تدریس نقاشی کشیدن نکردم. چون من نمیتونم بگم چه جوری ببین. بله. اون باید خودش به این مرحله برسه که چی ببینه. ولی میتونم حسمو منتقل کنم که آقا برو مولانا بخون. بله. برو عطار بخون. زیر ساخت برو ذهنی فرهنگ مملکتتو بشناس. برو ببین فردوسی شعرش چجور حماسیه، فرق شعره. مثلا کتابی دارم در مقایسه با اخوان ثالث، با احمد شاملو. بله. ببینید نقاشی شبیه سازی نیست، نقاشی بروز حسه. بله. بروز حسه، ولی چجوری از چه آبخور این حس نشأت بگیره، اون پایه‌هاشه که مهمه.
اون ریشه هاشه که مهمه، ریشه های من تو این سرزمینه. و این رسالتی است که شما برای خودتون قائل هستید. من وقتی آرای شما رو مطالعه می‌کردم می‌دیدم که شما می‌فرمودید که این که یک نقاش بیاد با بیان شعاری و آشکارا مثلا به برخی از دردهای اجتماعی بپردازه، این امکان داره نقاشی رو مبتذل بکنه. اگر یک نقاش بیاد خودش رو در خدمت برخی از وقایع به صورت آشکار و بدون هیچ گونه ظرافتی قرار بده، خودش رو به ابتذال میکشونه. پس این گونه که شما میفرمایید در تفکر شما این نیستش که هنرمند مسئول نباشه. هنرمند مسئول، اما زمینه و زیرساختش متفاوته با مسئولیت هایی که ما ببینید. مسئله این مسئول و داشتن رسالت و اینا نیستش، عدم وابستگیه. یکی از عناصر بسیار مهمه و لازمه برای هنرمنده، عدم وابستگی مادی و عدم وابستگی اجتماعی. ولی این مانع از این نیست که از اجتماعش به دور بمونه و دردهای زمانه و مردم رو نشناسه. ولی اینو شعار مانند مطرح کردن خیلی مبتذل میشه، متوجه میشه؟ و صدمه میزنه، صدمه میزنه، خصوصا برای این نقاشی نوپای ما. خصوصا که ما هنوز نمیدونیم که نقاشی انتزاعی یعنی چی. من خودم کشتم در عرض 6 سالی که تلویزیون کار میکردم بگم نقاشی انتزاعی یعنی چی، که خود بی فرم های و رنگ های بدون موضوع میتونن خودشون نقاشی باشن و این تعریف نقاشی انتزاعیه. ببینید این عدم سابقه هنر نقاشی در مملکتمون باعث این فاجعه شده. و چیز عجیب اینه که همه میخوان زود برسیم بریم نقاشی تو جهان غرب و خودمون مقایسه میکنیم با نقاشان بزرگ معاصر دنیا، در حالی که وقتی شما به اینجا رسیدید یک مسیر 60 ساله پشتش هست و آسیب شناسی که می‌فرمایید که منجر به یک فاجعه شده بسیار مهمه. من می‌دیدم یه گفتگویی رو شما با مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی چند سال پیش انجام داده بودید. اونجا چند هشدار میدید، یکی این که به نقاشان جوان هشدار میدید که نباید آلوده به بازی‌های اقتصادی بشن، نباید آلوده به حراجی‌ها بشن، و اونجا یاد می‌کنید از مافیای حراجی‌ها. در اون گفتگو هم اشاره داشتید به این که استقلال و سفارشی کار نکردن، آلوده به حراجی ها نشدن. خیلی هم رو حراجی ها دست گذاشتید در اون مصاحبه و گفتید اگر بخوان یکی رو میکشن پایین، اگر بخوان یکی رو میبرن بالا. مجموع این جریانات آیا مجالی برای رشد هنر اصیل من فکر میکردم امیدوار بودم هر جا که در ایران شروع شد امیدوار بودم از نظر مادی مردم براشون جالب بشه. ببینید از نظر مادی مثلا مردم ما تمر جمع میکنن، قالی های نفیس جمع میکنن، جواهرات نفیس. ولی بعدنم چون این ارزیابی ها شناخته شده است، ولی در هر روز تهران من امیدوار بودم به خاطر مسائل مادی مردم ما با هنر نقاشی آشنا بشن. ولی در نقش خودش، قالب اصلی خودش، چون هدف من نبود به این هدف نرسید. یعنی یک زیرساخت فرهنگی آموزشی اول باید براش تدارک دیده بشه تا تبدیل به مد سرمایه‌داری نشه. یه دفعه که تو هر روز فروخته میشه یا نمیشه، من برام پشت حراج تهران صحبت کردن نیستش. حراجای نیویورک هم مثلا، یا حراج کریستی هم همین انتقادات بهش شده. همشون از یه قانون کمی بیش استفاده میکنن، گالری دارا سرمایه گذاری میکنن، کاری که دارن میفروشن اونجا قیمت میبرن بالا که قیمت کاری که دارن رو بتونن بالا ببرن. این تنها موردیست که مادیات نتونست کار کنه، یعنی به خاطر قیمت بالای
کارهای سپهری ارزشی به کارهای سپهری اضافه نشد و نه کم شد. 3 میلیارد خورده ای فروش رفت. ولی اونایی که باید قیمتشون ارزششون خصوصا نسل جوان باید یه چیزایی رو تجربه کنه. ولی اینجا به نظر من یه جور تجربه آموزی نیست. اینجا یا اینه یا غیر از این نیست. تجربه آموزی نیست و گمراه کننده است بیشتر. اینا خطرناکن. الان اینا خطرناکن. این نقاشان جوان چه بکنن؟ به دولت که نباید وابسته باشن طبیعتاً. از سوی دیگر یک سیستم سرمایه سالاری مثل حراجی‌ها در اقصی نقاط جهان و اخیراً هم در ایران مدیریت میکنه این فضای دیده شدن و دیده نشدن، بالا آمدن و پایین رفتن رو. کار برایشون دشوارتر از دوره‌های پیش نشده؟ ببینید، من نه تو حراج شرکت کردم، بله، نه خودم رفتم به حراجی کار دادم، ولی دوره دانشجویی به قیمت خیلی پایین کارامو به حراج میدادم به یکی از نقاشان ایرانی که اون زمان حیات داشت و من مقیم فرانسه بود به اسم رفیل و پرسان، پشت من داشت بی پول میشدم بیا من تو رو معرفی کنم کارتو بتونی بفروشی. البته من هیچ ابایی ندارم امروز در 82 سالگی بگم که من کارامو تو پیاده روی پاریس یا ونیز میذاشتم و میفروختم. ولی استقلال مادی دارم، استقلال مادی داشتم و دارم. حتی وقتی به اون جراحی پیش اومد، مادرم اومد که تو همیشه تمام عمر خارج زندگی کردی، این جراحی تو تیروید ما برداشتن، ایران نکن، بیا این پول برو خارج، من پول دارم برای شماها دارم. گفتم نه مادر، من به جراحی و حیات و زنده موندن خودم رو باید خودم بپردازم. من یکی از کارهای مهمی که کردم این بود که یک دوری قبولوندم که نقاشی باید و نقاش باید مستقل باشه و رو دامن مادرش و خانوادش نباشه و بتونه رو پای خودش وایسته. و اون باز یه شخصیت دیگه میخواد، یه شخصیت فروتنی میخواد. وقتی شما تابلوهاتو میچینید روی پیاده رو و تحمل گرسنگی رو دارید. من به عنوان دانشجو اتاقی داشتم طبقه نهم بدون آسانسور. صحبت سال 34-35 شمسی هستش، ولی دوره های همه جوره داشتم. امروز خیلی خوشحالم که اینا همه رو تجربه کردم، تجربه های با شخصیت های بزرگ دنیا از نزدیک آشنا شدم. ذهن من رفت به اون مصاحبه شما با آندر مالو وزیر فرهنگ جنرال دوگل که به شما گفتش که هنر در حال سقوط آزاد هستش. آیا همچنان هم اون داوری مالو که قریب 50 سال پیش در مصاحبه با شما بیان کرد، همچنان هم هنر در حال سقوط آزاد هست؟ به نظر من بدتره، به نظر من بدتره. و علت اصلیش هم حراج های دنیا هستن، ولی من کاری نیستم که توانی ندارم که جلوی این چیزها رو بگیرم. و در این زیست شما نکته که در همینجا میشه راجعش بحث کرد، نقاشی به مثابه آزادی است. مصاحبه ای کرده بودید و در اون مصاحبه گفته بودید من قانعم، همین که من نقاشی میکنم برای من آزادی است، همینقدر که میتونم بنویسم برای من آزادی است. ولی نسل جدید قناعت شما رو در آزادی نداره، گمان میکنه که هنوز باید مبارزه بکنه برای اینکه بتونه دایره آزادی خودش رو در آفرینش هنری گسترش بده. کامیاب خواهد بود به گمان شما؟ ببینید، اینا خرد میخواد، اینا فرهنگ میخواد، اینا پیشینه میخواد، اینا تجربه میخواد. من نمیتونم به یک کسی بگم مفهوم آزادی یعنی چی. مفهوم آزادی اول از خود آدم شروع میشه. چی تعریفی از آزادی دارید؟ چی رو آزادی میدونید؟ آیا بسیار مهمه که شما تو نقاشیتون شعار بدید که مثلا آزادی رو یه پرچم کنید بدید دست کسی
رو توی عکسی نمیدونم چه چیزی برخورد کردن. ببینید اون چی که به نظر من مهمه ظرفیت انسان هاست. ظرفیت انسان ها و تعبیر انسان ها از چیزیه. من اعتقاد ندارم که آدم ازش استفاده کنه به صورت شعار در هر زمینه ای که هست. بله. حالا موسیقی نمیدونم نوشتار هرچی. من آدم هنرمندی هنرمند میدونم که آدم وابستگی کامل داشته باشه چه به قدرت‌های اقتصادی سرمایه سالار و بتونه هنرمند خودش رو از همه این قید و بندها رها کنه. خیلی نگاه آرمانیه و خوشحالیم که در وجود شما متولد شده. اگر نشده بود که این اینجا نمی‌رسیدم. یعنی اگر حسش نکرده بودم. الان وقتی اسم این یه اسم دیگه است. اسم همه اینا یه اسم دیگه است. چه اسمی؟ بی‌نیازی. هر وقت انسان به بی‌نیازی رسید اون وقت میبینی که خودش چقدر ثروتمنده. بی‌نیازی باز یکی از خصوصیت هنرمنده. به نظر من هنرمند از این جهت ها یه امتیازاتی از خداوند گرفته که به درجه بی‌نیازی میرسه. موقعی که آرای شما رو میخوندم درباره همین داد و ستد، همین تأثیر و تأثرها، شما فرموده بودید که از فروغ فرخزاد شفافیت شکننده واژه ها را، از سهراب سپهری فروتنی و خلاصه زیستن را، از شفیعی کدکنی روانکاوی انسان ها را، از عباس کیارستمی ریتم در نقاشی را، از اینها آموختید و هنرها با همدیگه داد و ستد دارن. خوشبختانه آگاهی اینو پیدا کردم که هر کدوم چه خصوصیاتی دارن، چه تفاوتهایی دارن. اینا تأثیرش حتما بوده که دیدم. بله. یعنی حس کردم که دیدم. مثلا ریتم کیارستمی رو حس کردم که دیدم. چقدر گمان میکنید که این داد و ستدی که شما در طول این 60 سال کار حرفه‌ای داشتید، از نقاشان، از سینماگران، از هنرهای مختلف تأثیر گرفتید، آیا امروز هم در میان هنرمندان ما رگه‌هایش رو میبینید؟ آیا شده فیلمی رو ببینید و احساس کنید که فیلمساز با صحنه، با میزان سن به مثابه یک بوم نقاشی برخورد کرده؟ این نوع ظرافت ها رو در هنر ایرانی میبینید؟ متاسفانه نه. ولی فراموش نکنی من یه مقداری به نقاشی تو اینجا در این مقطع تعصب دارم. نقاشی مادر سینماست. بله. و اکثر کارگردان های بزرگ مثل همین کیارستمی، خودمون، پوراساوا یکی از نقاشان بزرگ بود و نقدی راجع به کیارستمی ازش خوندم که واقعا به پهنای صورتم اشک می‌ریختم از تحسین و شوق. ببینید من برام خیلی مهمه احترام گذاشتن به هنرمندای با ارزش مملکتمون. یعنی اصلا خودم یه پارچه تطارچه می‌کنم که بتونم در این نقش چیز عمده نقش بزرگی رو بخته بگیرم، چون ملت ما این کار رو نمی کنه. ملت ما اون احترام لازم به هنرمندش نمیذاره. اون احترام لازم نداره. این ریشه در کجا داره؟ اینکه مردم ما قدر هنرمندان رو نمیدونن یا قدر شناس تکاپوها و کوشش‌های فکری فرهنگی و هنری نیستن؟ نمیدونم، ولی من تجربه‌ام خیلی تلخه که چقدر هنرمند بی اجره توی مملکت. در حالی که شما دارید این حرف رو میزنید که بیشترین ستایش ها رو باز شدید. مردمیه. یعنی مردم من مثل شما دوست دارن، مطالب من میخونن، بعد صداقت هامو در طی مطالب مختلفی از مال سالهای پیش و سالهای بعد میخونن، با هم مقایسه میکنن، میبینن این بابا همون راهی که داشتم تا بار میرفته داره میره. چیز نیست، ادا در نمیاره. بس با صداقت خودش با مسئله روبروه. من نمیدونم، فقط میدونم که دستگاه های دولتی که اصلا برای هنرمند ارزش قائل نیستن.
احترام اولیه قائل نیستم. متاسفم. خدا شاهد من تو مغازه رنگ فروشی بودم، ویرادا سگاه یکی از نقاشان بزرگ زنه، چیزی دیدم، برزیلی رو دیدم، نمیدونین چه کار کردم. نه هم وطنم بود نه چیزی، که شما میدونین تو ایران تو مملکتی دور میدونید ایران کجاست، یک نفر شما رو خیلی دوست داره، خیلی هنرتون رو ستایش میکنه و اینجور. اون لحظه هنرمند خوشحال میشه، آدم انسانه تحت تاثیر قرار میگیره، انرژی که میده رو باید بتونه به دست بیاره از جامعه خودش. من میدونم، یعنی بدون تعارف آقای پیام، من میدونم چه محبوبیتی در عرض این 60 سال، حالا 10 سال گذشته پیدا کردم، ولی مثلا دستگاه های دولتی هستم براشون مهم نیست، جواب راحت، جواب تلفن منم نمیده و منم ادامه میدم. خب این مبارزه طلبی شما در میان هنرمندان یه خرق عادتیه، یعنی این روحیه رو ما کم، مخصوصا در میان هنرمندان زن کمتر میبینیم، این جسارت و پایمردی رو در مردانشون هم میبینی در امکاناته. من دست خالی میرم جلو، ببینی خونی خودم رو میفروشم میرم جلو، در صورتی که هنرمندان ما وارد ساخت و پاخت میشن برای هر آجور، نه من نیستم، من خیلی خراسانی باقی موندم، هر تمیز با اعتقاد به این که چیز بار کج راه درست پیش نمیره. و غیر از این خرق عادتی که شما در رفتار هنری خودتون کردید، شیوه تعاملتون با منتقدان هم هیچ وقت جواب ندادم، هرگز تا به امروز جواب و دفعشون هم نکردید در این حال. نه، آدم ها حق دارن نظرشون رو بدن. غیر از این که دفع نکردید منتقدا رو، حتی خاطره ای رو از شما میخوندم که سالها پیش وقتی که روزنامه کیهان یک کارنامه ای رو برای شما منتشر کرد، نوشت طراحی صفر، رنگ‌آمیزی صفر، شما یک دسته گلی خریدید، به روزنامه آمدید و گفتید که خیلی ممنون که شما من رو از نظرتون مطلع کردید که از نظر شما من نقاش بدی هستم، اما من نقاشم، ذاتم نقاش هست. یکی از مشکلاتی که در جامعه ایرانی امروز وجود داره این هستش که هنرمندان، مفسران، محققان، منتقدان، اینها اون چرخه‌ای که باید درست بین اینها شکل بگیره شکل نگرفته، از همدیگه دور هستیم و با برخی از سوء تفاهمات داره این راه جامعه فرهنگی جلو میره. من خودم و آقای پیام وقتم و خودم و فراتر از تمام این اتفاقات و نظریات دیگران میدونم. کار سپری اگه 10 میلیارد هم شروع بشه فروش بره در ایران، چیزی نه به ارزشش کم شده نه زیاد. اعتقاد دارم که اثر هنری در طول زمان ارزش خودش نشون میده. یه تجربه دارم، اینه که 50 سال پیش برای اولین بار که رفته بودم آمریکا، رفتم آخرین پورتری رامبران از خودش دیدم، اما خیلی خوشحال که آخرین پورتری رو دیدم. 40 سال یا 45 سال بعد که رفتم، به این نور قسم، به این نور قسم، های های گریه میکردم که حالا میبینم، چون باید بفهمیم نقاشی رو که بعد ببینیم تا وقت خود. و بعد دردهای رامبراند رو میدیدم، عزاهایی که کشید و فقری که آخر عمر. ببینید ملت هلند حسادت کرده به هنرمندش، حسادت کرد به رامبراند، ازش چیز نخرید، فقر نه. ژان کوکتو یه جمله ای داره، میگه فقط مرگ است که ارزش هنرمندان رو بارز میکنه. آیا باید به این اعتقاد داشت؟ خود هنرمند بعد وقت، من که معتقدم اون هنرمندی که در عمرش این همه بهش سخت گرفتم و توهین شده، شما میدونید چقدر در مقابل حالا موقعیت که حالا دارم، ولی سالهای جوانی من چقدر به من بد بیراه گفتن و نوشتن و آدم های خیلی معتبر که اگر اسم ببرم ناراحت خواهیم شد، که بهتره نبرم. و خیلی جالبه که امروز اینگونه فهمیده میشه که گویی در دهه 40 و دهه 50 همه چیز برای شما فراهم بوده تا نبوغ شما به عرصه ظهور برسه و آشکار بشه. نه، من
یعنی وقتی مورخان میگم اراده خداوند بود. در زدن در هم خونه من نمیشد مستقیم اومد خونه من. طبقه دوم یه جای مستاجر بودم. صابخونه در باز میکرد. آمد گفت که آمریکایی‌ها زمینشونی نمیفهمم. یه دو اومدن مال گروه آیتیتی بودن تابلوی انتخاب میکردن. من داشتم تابلوی رستاخیز کار میکردم که امروز تو گنجینه 19 است. تو گمم بود تا مدت ها. اینا کارو برای پسندیدن بعد از اون تلفن کردن که امشب بیایید هتل هیلتون به افتخار شما مهمونی قرار داده ببندید. به اراده خداوند همراهی کردم. وقتی رفتم عکسام هم هست، قیافه نشون میده، از خونه اومدم. هیچ آمادگی قبلی نداشتم، همسر من بندر عباس بود. فقط وقتی پیدا کردم که بهش زنگ بزنم که من انتخاب شدم برای نقاشی لوله کشی آبادان به ماهشهر. دارم میرم رکهای زمین. رکهای زمین، رکهای ما. دارم میرم برای عرض قرار داد. میدونین چی بهشون پیشنهاد کردن؟ بدم هر قیمتی که میدید بدید، ولی یه چیز از شما میخوام. من صداقتم رو نمیتونم مخفی کنم. گفتم برای یه ماهی که به من فرصت دادید ممکنه 30 تا کار بکشم. شما گفتین عکاس میفرستین عکس بگیره. من اون کاری که من انتخاب میکنم چاپ خواهد شد. ولی ببینید هستن آدمایی که همین تو همین مملکت مون اتفاقا اسمشو با اسمشون بردیم ولی بر نمیگردم عقب. بله. قیمت کار من از یک دانشجویی که از دانشگاه نیامده بیرون ارزون تر میذاره میکنم. ولی شما فکر کنید من جواب میدم؟ شما فکر میکنید من اکثر عمل میکنم؟ نه. پاره من، تابلوی منو دو متر در سه متر و سوراخ 25 سال در 25 سال میکنم. فکر میکنید من اعتراض میکنم؟ مثل یک جراحتیست بر قلب. ولی برای اولین بار تو کتابی که زیر چاپ این رو نوشتم اسم نبردم از کی. برای اولین بار گفتم این نمیشه که ندونن با من چه کردن. با من چه کردن؟ پس این نبوده که در دهه 40 و 50 برخلاف تصور موجود برای شما همه امکانات فراهم بوده باشه؟ اصلا من جایی میخوندم به دلیل اینکه شما به هر حال تابلوهامو تلویزیون ملی از من خرید. بعد گفتش که بعد از 3 ماه گرونه. تاکسی گرفتم رفتم، این ماشین چیز باری گرفتم، وانت رفتم. تابلوهام بزرگ بود، اومدن کمک کنن که اینو بیارم پایین. گفتم نه نه نه. خانم گفت که بهش پس دادیم. من برای چندار از وقت تلویزیون ملی کار میکردم. بله. تابلوم مثل بقیه قیمت روز گذاشته بودم. تازه راکفلر از من تخفیف خواست برای همون تابلوم، برای همون تو که ندادم. و کم طاقتی نسل جوان امروز ما برای رسیدن به شهرت و اعتبار نخیلی میخوام برای هیچ کاری کردن. من کاراشونو من قدقن یک کاراشونو میارم من ببینم. میرم یه چیزی میگم به اتفاقشون میخوره. حوصله دارین دشمن تروشی مجانی به من چی؟ هر کار میکنم بکنم. اگه کسی اومد به من چیزی گفت خودم ادامه دادم. نه زنده بودن و مرگ من برای هیچی فرق نمیکنه. اگر از این دستگاه تلویزیون چون خیلی بردش زیاده و نفوذش بی اندازه است، من آرزو دارم که گورم در موزه هم باشه به صورت یه مجسمه. وصیت خواهم کرد محضری. حالا ببینید که شما نسبت به آثار خودتون هم دارید، باز خودش یک ژانر برای مطالعه است. امروز ما میبینیم هنرمندان خیلی تجاری و سفارشی کار میکنن. همه از هم دو شما به این سادگی الان نمیفروشم من. بله شما نمیفروشید. برای اینکه هدفم این بود خارجی ها هزار تا نقاش خیلی بالاتر از من دارن. ولی من ایرانی ام و کارام متعلق به ملت ایران. من نمیفروشم. کارهای خوبم رو نگه داشتم برای ملت ایران. میگم من یک بلور چند تراش رو تو دستم دارم. لحظه این خواهم شکست تو دستانم تکثیر پیدا کنه نورش و تیکه از اون رو برای کسانی که عشق رو نمیشناسن هدیه خواهم برد. بسیار زیبا و این نوع نگاه من بوده به زندگی.
تمام عمر. من خیلی از خوبی های زندگی رو عمیقا شناختم، لذت بردم، موفقم. زخم های شدیدی هم خوردم و زخم های بی ربط، بی ارزش خواستن بزنن، ولی به من به ارزش خودم و کارم صدمه ای نزدن، خودشون رو یه جوری رو دادن، رسوا کردن. و مانایی و پایداری در کار شما و کاراکتر شما همیشه یک درسی است برای هنرمندان این سرزمین که بدونن برای هنر باید بجنگن، نمیشه منفعل بود و به جایی رسید، باید فعال بود و با اراده. باید هنر جدی گرفت، نمیشه دو تا خط کشید گفت من نقاشم، برن نقاشی‌های دیگه رو ببینن از چه راهی به چی رسیدم. اول چی میدونستم بعد چی شدم؟ نقاشی‌های اول پیکاسو رو ببینم، نقاشی‌های اول دالی رو ببینم، ببینن اینا چیا بلد بودن و چی کار کردن. پیکاسو رو ببینم دیوونه میشم که چی نقاشی کرده. نقاشی‌های اولش اصلا من مونده بودم، بعد که البته برای آدمی شما اینها رو خیلی خوب میدونید، به دلیل اینکه در موزه لوور فرانسه وقتی که رفته بودید یکی از اولین کارهایی که فکر کنم انجام دادید بازسازی نقاشی‌های اونجا که من لازم داشتم به دستور استادم. میگفت تو نقاشی نمیفهمی، تو برمیگردی مینیاتور ایران. آموزش نقاشی رو از صفر شروع کردید اونجا. فضا رو نمیشناسی، نقاشی از فضا نداره. بعد اونا منم گفت که کدوم نقاشا دوست داری برو از اونا یاد بگیر. من آموزی این یه درس بود برام که کپی کنم میبردم استاد میدید. بله. میگفت اینو فهمیدی اونو نفهمیدی. و مشکل من نداشتن فضا در نقاشی بود که نداری، مینیاتور ما نداره. میگفت ارزش فضا رو درک. و حالا تنها چیزی که داره فضاست. من میخوام پلان آخر از شما خواهش کنم که کتاب در فاصله دو نقطه رو اگر لطف بفرمایید قلمم بدید. اعتقاد دارم دیروز محبت کردید. خواهش خیلی متشکرم. آقاش جانم خیلی لطف کردید.